خیلی ها با شنیدن اسم سویفت یاد پسابرجام میفتن. همون ماجرای باز بودن یا نبودن سویفت بعد از لغو تحریم ها. خیلی ها هم فکر میکنن سویفت یه بانکه که یه مدت با ایران کار نمیکرد و بعد از برجام حاضر به همکاری شد. اما واقعیت اینه که سویفت یک پیام رسانه. بله، یک پیام رسان مثل تلگرام یا جیمیل، اما در حوزه مالی که دستورالعمل‌های معینی رو بین نهادهای مالی در جهان جابجا می‌کنه و به بانک‌ها و نهادهای مالی اجازه میده که از راه دور به حسابشون دسترسی داشته باشه. سویفت یک شرکت تعاونیه که سال 1973 در حومه بروکسل در بلژیک ایجاد شد تا در بستری امن و سریع پیام‌های بانکی رو رد و بدل و نخستین پیام هم در سال 1977 منتقل شد. سویفت برای امنیت از دو سرور آینه‌ای استفاده می‌کنه که یکی در هلند و دیگری در آمریکاست تا اگر مشکلی برای یک سرور پیش اومد، سرور دیگه همه پیام‌های بانکی رو مدیریت کنه. تا سال 2001 سویفت به یک مرجع پیام‌رسان مالی در جهان تبدیل شد. اما حادثه 11 سپتامبر و حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی آن روی دیگر سکه رو نمایان کرد. بازمانده‌های حادثه عمدتاً پرسنل نهادهای مالی بودند و می‌خواستن از حمله احتمالی بعدی جلوگیری کنن. اینجا بود که یکی از مدیران ارشد وال استریت به وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد کرد برای رهگیری تأمین مالی تروریست‌ها از اطلاعات موجود در سرور آمریکایی سویفت استفاده. 23 دسامبر 2001 جورج بوش دستور اجرایی 13244 را صادر کرد و اوفک یا همون دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری مأمور شد تا به بهانه اینکه شرکت سویفت در خاک آمریکاست، برای دسترسی به تراکنش‌های مالی تروریست‌ها به شرکت سویفت احضاریه اداری بفرسته. تا سال 2006 بیش از 64 احضاریه اداری برای سویفت ارسال شد و در همکاری با CIA و FBI ده‌ها هزار جستجو در دیتابیس سویفت صورت گرفت. اطلاعاتی مانند نام مشتریان، نام خریداران، علت خرید و فروش، شماره حساب‌های بانکی، آدرس و شماره تلفن تنها بخشی از اطلاعات این سرور. استیوارت لوی، مسئول دفتر وقت اطلاعات مالی و تروریسم، ده‌ها هزار جستجو در 5 سال اولیه برنامه رهگیری تأمین مالی تروریسم انجام شد. اونها تقریبا محدودیتی در اجرای این برنامه نداشتن. در ابتدا اونها به همه چیز دسترسی پیدا کردن، یعنی تمام دیتابیس سویفت. با انتشار این مستندات در نشریات معتبر آمریکایی، بلژیک این اقدام سویفت رو در تعارض با قانون حفاظت از داده‌های کشورش خوند. پارلمان اتحادیه اروپا هم در نوامبر 2006 این اقدام رو محکوم کرد و اون رو نقض مقررات حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا قلمداد کرد. سویفت مجبور به بازمعماری ساختار پیام‌رسان خودش شد که بر اساس اون در سال 2010 یک مرکز داده جدید در سوئیس و یک مرکز کنترل و فرماندهی در هنگ کنگ ایجاد کرد تا اطلاعات تبادلات مالی اروپا در سرور آمریکایی ذخیره نشد. اما ایالات متحده وارد مذاکره با اتحادیه اروپا شد و با امضای قراردادی بین المللی تونست مجوز دسترسی به اطلاعات مالی شهروندان اروپایی و غیر اروپایی رو با قیدهایی به دست بیاره. واکنش سایر کشورها به جاسوسی از سویفت هم قابل توجه بود. بعضی کشورها سامانه‌های موازی ایجاد کردند تا از وابستگی به یک پیام رسان کم کنند. مثلا چین سامانه CIPS، روسیه سایبر FT و هند سامانه SFMS رو ایجاد کرد و هر کدوم در مبادلات بانکی از اون استفاده کرد. حتی خود آمریکا برای جلوگیری از جاسوسی متقابل سامانه‌ای به نام فدمیل طراحی کرد. اما بگذارید به شرایط ایران نگاهی بکنیم. در حال حاضر اگر پیام‌رسانی مالی ایران به هر ارزی با هر بانکی و در هر کشوری از طریق سویفت انجام بشه، تمامی اطلاعات تبادل شده با فاصله زمانی کوتاه در اختیار نهادهای اطلاعاتی آمریکا قرار می‌گیره و اونا میتونن ما رو به راحتی رهگیری و تحریم کنن. تا قبل از تحریم‌های سال 91 تمامی پیام‌رسانی مالی کشور هم از داخلی و خارجی با سویفت انجام می‌شد. ولی بعد از اون بانک مرکزی سیستم سپام رو برای تراکنش‌های داخلی ایجاد کرد و تونست ارتباط بانک‌های داخل رو به حالت قبل از تحریم برگردونه. اما ارتباط با بانک‌های خارجی تا امضای توافق برجام همچنان با مشکل مواجه بود. هرچند پس از برجام و لغو تحریم سویفت هم عدم همکاری بانک‌های بزرگ بین‌المللی با توجه به تهدیدهای آمریکا و به بهانه FATF همچنان تبادلات بانکی ایران رو مختل کرد. اما آیا سویفت تنها راه ایران برای تبادلات مالیه؟
پاسخ این سوال رو کشورهایی مثل چین، روسیه و هند با اتخاذ سیاست تنوع گرایی دادن. همونطور که در ایران مردم نیازهای ارتباطیشون رو از طریق سه اپراتور مخابراتی مجزا برطرف میکنن، شبکه بانکی کشور هم میتونه با استفاده از سیاست تنوع گرایی در استفاده از پیام‌رسان‌های مالی ریسک خودش رو کم. ایران برای مقابله با اثرات منفی سویفت باید از ارسال پیام‌های حساسیت زا با این سامانه خودداری کنه. استفاده از هر سامانه‌ای غیر از سپام رو در همه تبادلات بانکی داخلی ممنوع کنه. سامانه سپام رو به سامانه‌های کشورهایی که اتفاقاً بیشترین تبادل رو با اونها داره، یعنی چین، روسیه، هند و اتحادیه اروپا متصل کنه. و در آخر میتونه نهادی موازی با سویفت و با استفاده از سیستم بلاکچین ایجاد کنه که دیگه نیازی به یک سازمان مرکزی نیست و دو نهاد یا بانک میتونن بدون یک نهاد واسطه قابل اعتماد با یکدیگر تبادل پیام داشته باشن.